رضا مهمان دوست، دوست خوب من و دوست هر ستا کارشناسی که اینجا هستم، یکی از مربیان شایسته تکواندو دنیا در المپیک کرده، اونم با هم ببینیم. بعد سوال مخصوص رو از آقای علوی پرسیدم، چون آقای علوی رابطه بسیار خوبی هم با رضا مهمان دوست داره، با هم ببینیم بعد برمیگرد. سلامتید، بردی شما آقا؟ بله خدا خواست بینا رفتیم. وضعیتتون خوبه؟ خوب الحمدلله. ما دیروز یکی از بچه‌هامون برنز شده، یکی از دخترامون هم برنز المپیک داره، دو تا اینم که رفت فینال. حتما نتایج بچه‌های خودمون هم دنبال می‌کنید دیگه، نظری داری؟ چی بگم والا، منم ایرانی هم ناراحت شدم، اصلا باورم نمیشه همچین نتیجه گرفتن، ولی بچه‌ها خوبن. حالا بالاخره یه اتفاقاتی حتما افتاده که نتونستن، ان شاءالله در دوره‌های بعد. و حالا من یه سوالم میتونم از شما بپرسم، شما هم میتونید جواب بدید هم میتونید ندید. بازیکن شما وقتی با مهدی خدابخشی مسابقه داشت، توی دل خودتون واقعا چی میگذشت؟ ببین من اون لحظه به فکر برد بازیکن خودم بودم، درست هم نیست از لحاظ وجدان کاری، من واقعا دارم حقیقت رو میگم، دوست داشتم بازیکنم ببره، ولی دوست نداشتم که تو اینجا به هم بخورن، دلم میخواست تو فینال به هم بخورن. حالا اونجا هر اتفاقی میفته. و شما به عنوان بهترین مربی جهان که بودید، از دید شما نتایج و شکستایی که ما در تکواندو داشتیم دلیل خاصی داره؟ اونو دیگه باید کارشناسای ایران بگن، من در واقع اونی که شما گفتید در اون حد نیستم میخوام جواب بدم. حالا به عنوان یه کارشناسی که خودتون میدونید، من مطمئنم که تکواندو ایران تکواندو قوی و ریشه داریه، به این نتایج نگاه نکنید، واقعا تکواندو ایران خوبه. در تمام حریفا وحشت میکنم وقتی بچه‌ها میرن، اینو دارم حقیقت. مصاحبه رضا مهمانوز که از بهترین مربیان حال حاضر تکواندو دنیا، واقعا جمهوری آذربایجان الان در تکواندو اگه حرفایی برای گفتن داره، حضور یه مربی و یه کوچینگ بسیار خوب و مطمئنه در آینده اگر رضا مهمانوس در آذربایجان بمونه، این تیم زنگ خطر از همین الان برای همه به صدا در آورده. آقای علوی، خب من قبل از برنامه با شما صحبت کردم، من میدونم که رفاقت تنگ و تنگی چندین سالم با رضا مهمان دوست دارید. اون صحبت‌های زشت آقای پولادیه، بیانیه خیلی خوبی هم، همچین هم خوب بود، همین که واقعا صادقانه صحبت کردن آقای مهمان دوست. می‌خواستم این دو تا رو کنار هم دیگه بذارید، از شما بپرسم که رئیس فدراسیون این چه طرز صحبت کردنیه؟ خب رضا مهمان دوست قهرمان کرده جمهوری آذربایجان، بعدم تشویقش کرد، مگه میشه سرمربی رفته جای کار کرد بگی مزدوره؟ البته این قضیه برمیگرده به زمان المپیک 2008 که این اتفاقات افتاد در ایران و یه درگیری لفظی بود و جدا شدن رضا مهمان دوست در این مسائل بود اینا. ولی حالا متاسفانه این جنگ یه مقدار دوئل تن به تن شده. من فقط این عرض میکنم خدمتتون که ببینید، ما اگر در یه مسابقه ببازیم خیلی راحت که تقصیر و گردن این و اون انداختن، یعنی خیلی از آدم ها این کار میکنن، خیلی از کشورها، خیلی از مربی ها سعی میکنن تقصیر رو بندازن گردن شخص دیگه و خودشون رو مبرر بکنن از این قضیه. البته ببینید، من خیلی باقی‌بین هستم با اینکه رضا دوست صمیمی منه و من احترام خاصی به جامعه تکواندو قائل هستم، به خصوص همینطور برای آقای پولادگرد، ایشون ها خیلی زحمات زیادی در گذشته کشیدن برای تکواندو ایران. آقای ذوالقدر همینطور بهترین مربی بودن و ایران همیشه رده دوم جهانی رو داشته. من چون یاد گرفتم که احترام بذارم در تکواندو، احترام خاصی برای همه‌شون قائل هستم، ولی این اتفاقی که افتاده واقعا قابل در تقریبا بگم بخشش نیست. این صحبتایی که شده برای خود من خیلی مشکلی که هنوز بتونم قبول بکنم که آقای پولادگرد این صحبت کردن و شخصا باید عذرخواهی بکنن از آقای مهمان دوست. و اگر در جامعه تکواندو توهین به یه استاد بشه، مسلما این توهین به همه مربی هاست و این توهین به همه خارجی نشین هاست. ما هیچ کدوممون مزدور یا آدم فروش یا وطن فروش نیستیم، ما همه جا ایرانی هستیم. حتی مدارک اکثر بچه هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، اگه شما مدارک کتبانشون نگاه بکنین، همه زده ایرانی هست. نشنالیتی، یعنی نزده نشنالیتی هلند یا غیره و غیره، ما اکثرا این کاری کردیم. به نظر من شخصا باید عذرخواهی کنه از آقای مهمان دوست، چون برازنده نبود، یعنی برازنده آقای فولادگر نبود که صحبت بکنه اینا. بسیار ممنونم. همونطوری که آقای علوی هم فرمودن، آقای مهمندی و آقای علیپور هم، واقعا من خودم با آقای علیپور دو مسابقات جی تو اینتهوون هلند با رئیس فدراسیون تکواندو هلند که صحبت میکردیم، آقای استاد زاره و همین آقای علوی هم اونجا در کادر فنی هلند حضور داشتن، به شایستگی از
این دو مربی و مربی ایرانی یاد میکردن. خود همین آقای میمنی، من اونجا بودم، چه صحبت‌های ارزشمندی با رؤسای فدراسیون‌های مختلف، با مربیان مختلف، آقای علیپور. خب این برای خود من خیلی ارزشمند بود که مربی ایرانی رو چقدر ارزش قائل میدن، چقدر تکواندو رو حساب میکنن و چقدر به فرهنگ ایرانی احترام میذارن. اما خود ما میایم و اینجوری برخورد میکنیم. واقعا همونطوری آقای علوی گفت، حداقل کاری که آقای پولاگر میتونه بکنه عذرخواهی بکنه و بره از این تکواندو. بالاخره یه هوای تازه‌ای بیاد، کسایی بیان که بالاخره این رشته رو بتونن بیان جمعش کنن. در 2020 ما الان از همین الان باید شروع بکنیم. آقای علیپور، آقای علوی، آقای میمندی صحبت کردن، شما بفهمید چیه داستان. مثلا میگم همین بریتانیا، اگه ورزشکارش مربی حالا بریتانی نداشته باشه، مال جای دیگه باشه و رقیبش برای مربی بریتانی داشته باشه، بعد مثلا بیاد ببازه بهش، چی میشه همچین داستانی؟ خب طبیعتاً شخصی که این حرف رو میزنه خودش رو برتر از دیگران میدونه. به قول معروف ما یه ضرب المثل های فارسی خیلی جالبی داریم، میگه از کوزه همان تر آمد که در اوست. آقای پولادگر این همونطور که استاد میمندی فرموندن، ذاتش سرشتش اینه که تقصیرهای خودش رو، باختهایی که خودش تو زندگی و تو عرصه مدیریت میاره، گردن دیگران بندازه. آقا ببخشید، من هنوز یادم نرفت 2012 مسئول ناکامی شما شده بودی. اون مسئول ناکامی من 2020 هم الان همین مسابقه مدل مون 2020 هم 2012 گردن من افتاد و بعد بی بی سی نمیخواستم اسم شبکه رو بیارم، شما منو فشار دادیم به اون سمت. 2016 افتاد گردن آقای مهمان دوست. حالا باید منتظر بمونیم ببینیم 2020، امیدواریم که نیازی نباشه مقصر پیدا کنیم، تیممون انقدر مدال بیاره که به سمت جلو بریم. ولی از نظر مدیریتی داشتیم صحبت میکردیم، بس آقای پولادگر تنها نیست، کل سیستم ورزش ما تو مدیریت اشتباس.